پس از این سالهای انقلاب گویا مردم شما رو فراموش که نکردن بماند که محبوبتر هم شدید، زیرا از قرار معلوم در داخل ایران هم کاست های ویدئویی شما مثل خارج از کشور دست به دست میگرده. به خصوص فیلم های من چون بیشتر قابل نمایش بود در خانواده ها و زندگی امروز مردم که به هر صورت با زندگی قبل از انقلاب خیلی عوض شده و مقدار زیادی مردم به هر صورت به جهت مذهب کشیده شدن، حقیقتا حاضر به دیدن اون فیلم های بعضی از دوستانمون که به هر صورت تهیه شده بود که خشن بود و اگر این کار نمی کردم که امروز واقعا خیلی متاثر و متاسف بودم از گذشته خودم، ولی واقعا خوشحالم که به کمک شما دوستانی که اطراف من بودید و فکرم کمکم می کردید من هم راه روشی رو که بایستی می رفتم تا حدودی رفتم و از این بابت خیلی خوشحالم و از شما خیلی ممنون هستم. بعدین جان، پس از اینکه شما سالیان سال قهرمان کشتی جهان، ایران، آسیا بودی، خوبه برای شنوندگان ما، برای شنوندگان رادیو آوا ایران پاریس بگید که چطور شد که فردین پا به سینما گذاشت، یعنی کشاف سینمایی فردین عزیز کی بود؟ قاره امریکا آفریقا رو بوده کشف بشن، ولی به هر صورت یعنی اولین پیشنهاد منظور این گفتگوها رو شنیدن همشون شاید بهتر از من حتی شماره شناسنامه تاریخ تولد بچه ها حتی شماره شناسنامه بچه ها رو می